بچه حالا میخوایم روی شکل نیروهای کنش و واکنش رو مشخص کنیم. ببینید اینجا قایقران داره چیکار میکنه؟ داره به آب نیرو وارد میکنه. خب همونطور که قایقران داره به سمت عقب به آب نیرو وارد میکنه که میشه نیروی کنش آب هم داره به سمت جلو به قایق را نیرو وارد میکنه که میشه نیروی واکنش خب اینجا دارید میبینید که گازها از انتهای موشک دارن خارج میشن پس در نتیجه موشک داره به گازها نیرو وارد میکنه و اونها رو بیرون میرانه خارج میکنه و گازها هم به موشک نیرو وارد میکنن و چه پس اینو باید داشته باشه نیروی کنش و واکنش بر دو جسم وارد میشه یکی بر دیگری و در خلاف جهت. پس گازها به موشک نیرو وارد میکنن اون رو به سمت بالا میرانند خب توی شکل بعدی دارید میبینید که شناگر داره به آب نیرو وارد میکنه به سمت عقب و آب هم داره به شناگر به سمت جلو نیرو وارد میکنه و در نتیجه شناگر رو به سمت جلو هل میده گفتگو کنید فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکنند یعنی ایستادند پسر اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند. اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. پس شتابشون در خلاف جهت یک دیگر. ببینید نیروی کنش این نیرویی هست که پسر داره وارد میکنه به سمت عقب به اسب وارد میکنه و اسب هم نیروی واکنش وارد میکنه به سمت جلو کدام از آنها دارای شتاب بیشتری می شود چرا توضیح دهید خب بچه ها ما قبلا در مورد شتاب صحبت کردیم گفتیم که شتاب به دو تا عامل بستگی داشت و فرمولش هم می گفتیم A مساوی هست با F تقسیم بر M یعنی شتاب به دو تا عامل وابسته است یکی به نیرو و یکی به جرم جسم گفتیم که هرچه جرم جسم بیشتر باشه شتابش کمتر میشه اما هر چی که جرم جسم کمتر باشه شتابش بیشتر میشه یعنی جرم با شتاب نسبت برعکس داشت اما با نیرو نسبت مستقیم داشت حالا اینجا چون ما از قبل گفتیم نیروی کنش و واکنش مساوی هستند، پس نیرو ثابته با هم مساویه پس اونی که جرمش کمتره شتاب بیشتری میگیره بنابراین پسر شتاب بیشتری میگیره